سلام به روی ماهتون امیدوارم حال دلتون عالی باشه من یسی هستم و تو این ویدیو قرار در مورد مزایا و معایب پوست خوش باهاتون صحبت کنم بچه تو ویدیو قبلی واجب مزایا و معایب پوست چرب صحبت کردم که اونجا قشنگ توضیح دادم که چه معایبی و مزایایی هست و تو این ویدیو قرار در مورد مزایا و معایب پوست خوش صحبت کنم. اگه به موضوعات پوست مو سلامتی زیبایی علاقه دارین حتما چند یوتیوب ما سابسکرایب کنید لایک کنید بهمون کامنت بذارید ویدیو برای عزیزانتون که پوست خشک دارن شیر کنید و امیدوارم که از این ویدیو لذت ببریم خب اول از همه بریم در مورد پوست های خوش باتون با صحبت کنم پوستای خشک معمولا استعداد زیادی به ایجاد چین و دارن یعنی کسایی که پوستای خشک دارن متاسفانه زیر چشماشون چین و های خیلی شدیدی به وجود میاد و توی صورتشون همین اتفاق زیاد میفته از محاسن اینو پوست ها هم خب یه سری محاسن دارن که من جلوترش هم بهتون میگم ولی خب بچه این چین چوبوک دلیل هستش به خاطر کم بودن میزان آب میامافتی پوستی و کم بودن میزان چربی توی پوست هستش که منجر به خشکی پوست میشه و پوست خوش از مزایایی که داره خب اینه این که برخلاف پوستای چپ مستعد آکنه و مثلا جای جوش و اینا نمیشه و معمولا پوستای خوش منافذ باز دارن که پوستی که معمولا تو پوستای چپ دیده میشه معمولا منافذ بسته هستش از مزایای پوستای خوش میتونم بهتون بگم که بچه پوستایی که خشک هستن معمولا پوست خیلی نیاز به لیفت صورت نداره چرا که تمامی ازولات پوست صورت کاملا خشک هسته و خیلی معمولا افتادگی شدیدی به وجود نمیاد بیشتر چین و چروک اتفاق میفته روی پوست صورت و این چین و چروک ها بیشتر از معایب به شما میه از معایب پوستای خشک میتونیم به زب بودن پوست و کشته شدن پوست بهش اشاره کنیم خب به خاطر اینکه مرتوب کننده خیلی کمی به پوست وارد میشه خب همین اولم هم دست باعث ایجاد زب شدن پوست و خشکی بیش از حد پوست میشه و از معایب دیگهش هم اینه که پوست اگر که بهش رسیدگی نشه خشکی پوست ممکنه تبدیل به اگزما بشه که اگزما یه بیماری پوستی شدیدتر از نوع خشکی پوست هستش وقتی که خشکی پوست درمان نشه این خشکی ها روی همدیگه جمع میشه و یه لایه زخیمی رو پوست به وجود میارن که در نهایت موجب اگزما میشه و از معایب دیگه که میتونم بهتون بگم این هستش که معمولا کسایی که پوست خشکی دارن بچه وقتی که آرایش میکنن به صورت دوندون های سفید معمولا کیونپوت به صورتشون میمونه و اون خشکی ها خودشون نشون میده اما خب مزایایی که پوست خشک هم داره باز هم از مزایش بخوام بهتون بگم اینه که معمولا پوستای خشک بر واقعیت و صورتشون ندارن معمولا حالت چرب مانندی صورت نداره و دوام میکاپ و روی صورت خب خیلی بیشتر نسبت به بقیه پوستا و اینم خب حالا میتونیم بگیم که از ویژگی پوست خشک هستش سوالی که خیلی میپرسید اینه این این که خب نشونه چیه بچه از نشونه های پوست خشک میتونم بهتون بگم که اول از همه بقیر از اینها این هستش که شما وقتی پوستتون رو دارید با آب و صابون دارید یا حالا با یه جه شسوشو دارید میشوید در جا احساس میکنید که حالت کشیده شدن پوستتون رو دارید یعنی یه احساس خشکی و اذیت کننده خیلی شدیدی به پوستتون میده و به دلیل خب کمبود آب و میزان روغنهایی هایی که توی لایه های پوست هستش همین قضیه باعث میشه که پوست شما خیلی زود مشکل پیدا کنه ولی خب برای پوست خوش و نحوه شستشوش اگه بخوام بهتون یه سری نکات بدم ترجیح هم بچه اگر پوستتون خشک هستش روزی نهایتا دو بار بیشتر پوستتون رو نشورید و ترجیحاً هم سعی کنید با ژل شستشو مختص پوست خودتون پوستتون رو بشوین و بعد از اینکه صورتتون رو شستید حتما از یک کم مرتوب کننده حاوی روغن جوجوبا آرگان روغن زیتون نارگیل یا هر روغن گیاهی دیگه، دیگری دیگه هستش استفاده کنید و به غیر از اون هم از کرم های آبرسان استفاده کنید چرا که میزان آب میان بافتی که تو پوست خشک هست خیلی کمه و همین موضوع باعث خشکی بیش از حد میشه اما اگه به مور زمان در کنار آبرسانی پوست شما واقعا های گیاهی هم استفاده کنید خب همین قضیه باعث درمان پوستتون میشه و باعث میشه که پوستتون خیلی خوب بشه پوست های خشک از معایبی که داره اینه که باید به طور مرتب بچه ها مرتب کننده و بسانی بشه و همین قضیه هم باعث میشه که شما نباید زیاد جلوی تابش نوع آفتاب و وزش باد هوایی سرد قرار بگیرید چون همین قضیه باعث میشه که خشکیتون بیشتر بشه و باید کرمهای ضد آفتاب موقعی بیرون رفتن استفاده کنیم که این که ضد آفتاب حاوی چربی خیلی زیادی باشه که بتونه پوستتون رو کاملا درمان کنه و فوق بشه پوستتون از نکته خیلی مهمی که میتونم موجب پوست خوش فقط بهتون بگم بچه ها اینه که درمانش کنید همونطور که برای پوستای چرب واهای درمانی خیلی زیادی هستش که با ماسکای گیاهی درمان میشه برای پوستای خشک هم درمانهای زیادی هستش که شما باید اونها رو انجام بدید تا پوستتون فوقلاده بشه که این از این واهای درمان من قبلا یه سری های گیاهی و درمان برای پوستای خشک براتون درست کردم که لینک اون ویدیو حتما بالا براتون میذارم که در انتهای ویدیو حتما این, ویدیو هم ببینید چرا که میتونه کمک کنه که پوستتون کمتر خشکی بزنه و آبستانی بهتری صورت بگیره سعی کردم که یه سری معایب و مزایایی که خیلی ساده هستن و به صورت کلی هستن رو بهتون بگم. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما چرا یوتیوب ما سابسکرایب کنید، لایک کنید، هم کامنت بذارید. هر سوالی داشته در مورد پوستای خوش بنویسید برای من من با جونودل همه با در سر وقت جواب میدم و اینکه امیدوارم که بهترین روزا داشته باشید و بهترین آورتون آرزو میکنم